الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک والملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزة والعظمة والجبروت و استعنت بذی القدرة واللاهوت و امتنعت بذی العظمة والکبریاء والملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابدا العابدين و دهر الظاهرين من هجرك يا حبيب قلبي قد ذاب من هجرك يا حبيب قلبي قد ذاب انظر نظرا إلي يا ابن الأطياب غبت لذنبنا تبنا تبنا إن غبت لذنبنا تبنا تبنا إن خفت من الأعداء فما للأحباب گر من از باغ تو یک میوه بچینم
چه شود پیش پایی ز چراغ تو ببینم چه شود یاربم در کنف سایه اون سر بلند یاربم در کنف گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود سیدی عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى يا صاحب الزمان يا همه همه دعوت دعوت قال الصادق عليه السلام والله لصاحب هذا الآن يحضر مجالسكم ويطع فرشكم ويمشي في أسواقكم ترونه ولا تعرفون سيدي 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 مولاي يا مولاي مولاي
أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي يا مولاي، أنت العالم وأنا الجاهل، وهل يرحم الجاهل إلا العالم؟ مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي يا مولاي، أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم مذنب إلا الغفور؟ مولاي يا تو چو خورشید درخشان، به همه کون و مکان، گر نمایی نظری بر من مسکین، چه شود گر نمایی نظری بر من مسکین، چه شود یا يا صار آخرین خسرو خوبان سلیمان آثار، گر بود نام تو بر لعل نگینم، چه شود یا سار؟ يا زد المهر رخ تو رفتنی نیست، زد المهر رخ تو
رفتنی نیست، غم عشقت به هر کس گفتنی نیست، ولی که سوزش درد و محبت به لوح سینم به نفدنی نیست. یا قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقل ما سألتكم من أجر فهو لكم. محضر مقدس امام است صلواتی تقدیم می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم جلیتر تقدیم می‌کنیم. بحثی که امشب در سلسله مباحث قل ما سألتكم من اجر فهو لكم باید محضرتون تقدیم کنم این است که چرا اگر کسی سید الشهدا را دوست بدارد فوائد نعمتها و حقایق بسیاری بر او نازل خواهد شد. چرا منافع گیر آدم میاد؟ چرا در محبت اهل البیت منافع کثیر است؟ چرا قرآن میگه قل ما سألتكم من اجر فهو لکم؟ علتی که ما به شما امر کردیم مودت به اهل بیت داشته باشید این است که در محبت و مودت به اهل بیت تعلق به اونهاست و در تعلق قلبی به اهل بیت ریزش منافع و فواید بسیار بر شماست. چرا امام زمان فرموده است اکثر دعا به تعجیل الفرج فإن فی ذلک فرجکم؟ برای فرج امام زمانتون زیاد دعا کنید. در دعا برای فرج امام زمان گشایش کارهای خود شماست. مثلا شما مریضی دارین، دکترها جوابش کرد،
قرضی دارین که دارن میبرنتون به خاطر او زندان، گرفتاری بین المللی دارید، حالا تو این کشور مشکلاتی برای ویزاتونه، مشکلاتی برای اقامتونه، در یک فشاری قرار گرفتید، کار بسته شده، تو زاویه حاده مثلث گیر کردید. امام زمان میفرماید برای فرج من اگر زیاد دعا کنید اون کار بسته خود شما باز میشه، اون در بسته باز میشه، اون مریض جواب کرده شفا پیدا میکنه. چرا؟ ریشه چیه؟ چند نکته رو باید بیان کنم تا این حقیقت معلوم بشه. نکته اول، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ فقیر نمیتونه کسی رو غنی بکنه. کسی که میخواد شما رو پولدار کنه لازمه عقلیش اینه که خودش پولدار باشه. آدمی که هیچی نداره که نمیتونه منو پولدار کنه. پس غنی باید که غنا به من بده. آدم مرده که کسی رو نمیتونه زنده کنه، پس حی باید که بتواند به من زندگی ببخش. کسی که خودش میته، مرده است، نمیتونه احیا بکند غیر خودش را. لا يمكن له احیاء و غیره، محاله. آدم معدوم، کسی که نیست نمیتونه ایجاد بکنه، موجود باید باشه تا بتونه ایجاد بکنه. بنابراین اگر میگوییم منفعتی از محبت امام حسین یا محبت امام زمان به ماها میرسه، باید خود امام حسین و امام زمان دارای مقامات و وجودات و حیات و قدرت و علم و حقایق وجودی باشند تا بتونن به ما علم و قدرت و حیات و شفا و دوا بدن. ولا اگر ما می رفتیم خدمت سید شهدا، از سید شهدا مثل ما بود، خب ما می تونیم مرده زنده کنیم؟ امام حسین هم اگه مثل ما بود نمی تونیم. اگر خاتم انبیا مثل ماها بود، تو که میگی قل انما انا بشر مثلكم، فقط همین قسمت آیه رو میخونی، یوها الیش رو نمیفهمی و نمیخونی، که این ظرفیت وحی گرفتن و پذیرای وحی شدن چه لوازم عقلی داره. درست هیکل ظاهری مثل بشر است، همه کامپیوترها مثل همه، همه لپتاپ ها ظاهرش مثل همه، اما توی لپتاپ، توی کامپیوتر تمام صنایع مخفی و سری جهان رو ریختن. خیلی مطالب عظیم هست توی کامپیوتر شما، بازی ریختین عین این کودکستان که بچه ها بازی میکنن، شما وقتی بیکارین میشینین بازی میکنین. ظاهر کامپیوتر ها مثل همه، او تو چه خبره؟ ظاهر پیغمبر مثل منه، اما باطن این هیکل بشری ظاهری چه قوقایی از علوم، از قوا، از استعدادها و قابلیت ها هست،
او من خبر ندارم. چرا پیغمبر فرمود قرآن اگه کنارش اهل بیت من نباشن قابل بهره‌وری نیست؟ قرآن یه کامپیوتر بزرگیه که همینطور که شما های تی وی میگی با اشاره چش و ابرو و دستت تلویزیونت روشن میشه، همین گونه جوانها، همین گونه خود قرآن حروف و کلماتش درش اسراریه که اگر اون مهندس خاص یعنی امیر عالم علی عالی اعلا یعنی وجود قدیسی صاحب العصر و زمان کنار ای باشه، تمام علوم هستی از قرآن در لا رتب ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن این کتاب مبینه، همه چی توی قرآنه، فیه تبیان و کل شی، در قرآن تبیان همه چیز هست. تبیان یعنی چی؟ وقتی میگین هیچ دانه ای در ظلمت‌های زمین نیست، هیچ چیزی، هیچ تر و خشکی نیست الا در قرآن هست، چجوری؟ یعنی دانه ها تو قرآنه، دونه گندم، جو، ارزن، لا قرآنه؟ نه، اسمش تو قرآنه، اسمش هم نیست. یعنی کیهان، کهکشان، خورشید، آسمان و زمین تو قرآنه، ای هیاکل که توی قرآن نیستن، خورشید تو قرآن نی. چی تو قرآنه که قرآن میگه همه چی تو قرآن؟ تبیان، تبیان منظومه شمسی، تبیان کهکشان، تبیان موجودات. تبیان یعنی چی؟ یعنی فناوری ایجاد هر چیزی که علت ایجاد آن هست در قرآنه. چجوری تو قرآنه؟ یعنی اگه ما بخوایم انیشتن بیاد این وسط این حسینیه یه خورشید مصنوعی کوچیک درست کنه، بعد یه منظومه شمسی هم دوری خورشید درست کنه که شما جلو چشتون ببینین که این خورشید جاذبه دارد، این منظومه شمسی کوچک یه نمونه مثل ماکت منظومه شمسی رو تو شهر فرض کن آدلاید درست کنه، خلائق برن به تماشای ماکت منظومه شمسی یه خورشید، بعد دورش هم منظومه شمسی بچرخن. آیا اگر یه دانشمندی الان چنین خورشیدی درست کنه، منظومه شمسی هم درست کنه دورش بچرخن، این دانشمند کافر شده؟ نه. دخالت در ملک خدا کرده؟ قطعا نه، به قسم حضرت عباس نه. حالا اگر کسی بتواند کل این منظومه شمسی را به همین اندازه واقعیش اختراع کنه، یه منظومه شمسی دیگه عین اینی که هست درست کنه، چطور؟ کوچیکشو میشه درست؟ اولی که میخوان هواپیما درست کنن یه ماکت درست میکنن، یه مدل درست کنن کوچولو، پروازش میدن، قابلیتاشو، مانوراشو انجام میدن، بعد بزرگ و اندازه اصلیشو درست میکنن. حالا اگه شما همین رو بیان تو منظومه شمسی، بیان تو کهکشان اول، اگر امیرالمؤمنین علی میفرماد همه چی تو قرآنه، خود قرآن هم میگه همه چی تو قرآنه، یعنی فناوری ایجاد کهکشانها، آسمانها و زمینها در قرآنه. خب چجوری فن نقشش بالاتر ازیه؟ این علم الکترونیک
کمک کرده بعضی حرفهای روایات رو و بعضی از آیات قرآن رو ما بفهمیم. صنعت زیب کردن و فشرده کردن مطالب و نقشه ها که تمام نقشه های سری یک مملکت توی یه سیدی ریز اندازه یه عدس جا بده، اینقدر اینا رو فشردش میکن. حتی صنعتی هست که میتوان تمام نقشه های کارخانه ها و اختراعات عالم را در قالب حروف و کلمات فشرده کنند. بشر روزی دست پیدا خواهد کرد که در یک صدا تمام این نقشه ها را فشرده کنند. هیچ کاری نداره، تو یک جمله فشردش کن، اون جمله را با رموزی که برای ورود به فایل‌هاش هست اگر بگی تمام این نقشه جهان شروع میکنه به ساخته شدن و باز شدن. امیرالمومنین در کوفه منبر بودن، رو منبر فرمودن هر کی هر سوالی داره پاشه از من بپرسه، همه را از قرآن جواب خواهم داد. هر سوالی دارید. یکی بلند شد گفت یا امیرالمومنین، من هر روز صبح که میخوام بیام کوفه باید از شط عبور کنم، آیا در قرآن آیه ای هست که من تو آب غرق میترسم؟ اون موقعم که پل نبود روی شط به این بزرگی، اصلا اون زمان نمیتونستن روی شط پل درست کنن، صنعت پل سازیش نبود. شط کوفه مثل یه دریا میمونه. گو آقا من میترسم شنا بکنم غرق بشم، آیا آیه ای هست من از شط کوفه با او عبور کنم، رو آب را برم؟ خلاصش در قرآن آیه هست من با او رو آب را برم. حضرت فرمودن فلان آیه رو بخون میتونی رو آب را. یکی بلند شد گفت برای خاموش کردن آتیش در قرآن آیه هست. یه حدیث و مرحوم محدث قومی حاشیه این مفاتیح دم دستتون داره، یه مفاتی بیارین من حدیث از تو مفاتیح هم بهتون نشون میدم. به این همه دم دسته آیا خوا اون بحثی قسمتی که خواص آیات و صور رو بیان کرده، اونجا تمام این آیات رو امیرالمومنین بیان کرد. یک کسی گفت آقا من دل درد کهنه دارم، دلم درد میکنه، برای آرامش دل درد خوب شدن دلم تو قرآن آیه هست. حضرت فرمودن آیت الکرسی رو با گلاب و زعفران به ظرف چینی بنویس بخور خوب میشی. رفت این کار رو کرد خوب شد. آیه در قرآن، یکی بلند شد گفت من میخوام حافظم قوی بشه، آیا در قرآن سوره ای آیه ای هست حافظه منو تقویت کنه؟ فرمودن سوره یاسین را 40 مرتبه به ظرف چینی، یه دیس چینی بنویس با گلاب و زعفران مرکب درست کن، سوره یاسین را بنویس به کاسه چینی بشور بخور، حافظت تقویت میشه. یکی بلند شد گفت یا امیرالمؤمنین من استری دارم چموشه، هر کارش میکنم رام نمیشه، اسب رو میخوان رام کنن. خب یه وقت تربیتش میکنن همین رویه که اسبا رو رام میکنن، استر رو رام میکنه. در قرآن برای رام کردن اسب چموش یا استر چموش آیه هست. حضرت فرمودن فلان آیه رو در گوش راستش بخون. ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، رام میشه. همین کار رو کرد رام شد. وارد قرآن نشدید ببینید یک آیش چه قوغایی. این علمیش، جنبه علمیش به همینه
که فشرده شده فناوری ایجاد موجودات در قالب حروف و کلمات. و این یه بحث سنگینیه. تمام این قصص قرآن جواب سوالای شماست که امام زمان فردای ظهور چگونه خواهد جنگ. دشمن اگه بهش حمله کنه هواپیما لازم داره؟ نه. دشمن اگه حمله کنه رادار لازم داره؟ نه. تو روایات داریم کوها، درختها، جنگلها، پرندگان، حیوانات، حتی موجودات ریز نیروهای امنیتی و اطلاعاتی امام زمان. اگه یک کسی پشت یه درخت پنهان بشه شاخهای درخت دورش میپیچند، همونجا اسیرش میکنه دیگه. حالا شاخه درخت در فرمان که باشه. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. مال کیه؟ مال اون کسیست که اسیر نفسش نباشه. بله هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اون بندگان گرامی خدا که هیچگاه از پیش خودشون تصمیم نمیگیرن، فقط به فقط به فرمان خدا عمل میکنن. این مطالب که روشن شد، برای اینکه بفهمیم چطور اگر ما امام حسین دوست داشته باشیم منفعت از امام حسین ما میرسه. امام حسین چی داره؟ ظاهرش که یه انسانیه، 55 سالش بود، جانها به فدایش. او که بود جوانها؟ او چه معدن نیرویی بود؟ او کیه که وقتی دوستش بداری همه چی بهت میرسه؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. چرا گفتن بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین؟ بقیت الله خیر است برای شما اگر شما باورش کنید، اگه دوستش بدارید، اگه باش ارتباط قلبی برقرار کنید، خیرات بر شما نازل میشه. فکر میاد، صفات میاد. از صفاتی که از امام زمان به شما ریزش میشه افکار میاد، از افکار اعمال میاد، از اعمال پرواز به ملکوت میآید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی عملت شد جهاد فی سبیل الله، و جهاد فی سبیل الله ممکن نیست الا که تو به فرمان خدا کار بکنی. خب سربازی که سر خود کار میکنه که سرباز نیست که. سرباز وقتی سربازه که سرشو برای فرمانده ببازه، برای فرمان او سربازی کن، جان بازی کن. سربازی که دنبال منافع خودشو نمیدونم، یکیو تو جنگ احد کشته شده بود، از مسلمونا که تو جنگ احد کشته شده بود، آوردن جنازهشو مدینه، شهیدم بود، کشته شده بود، آوردن جنازهشو دفن میکردن، زمین جنازه رو پرت میکرد بیرون. شهید جبهه جنگ، ولی زمین بدنشو قبول نمیکرد. به پیغمبر گفتن یا رسول الله این ایجوریه چیکارش کنیم؟ فرمود این برای خدا نیامده بود جبهه، برای جمع غنایم آمده. چون با هدف جمع، با نیت جمع غنایم آمده بود، زمین بدنشو قبول نمی کنه. وقت دستورالعملی دادن پیغمبر که چه کار بکنن، چه دعایی رو، چه آیات قرآن رو بخونن که زمین بدنشو فعلا قبول کنه، گندش عالمو نگیر.
قرآن میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگه میخواین به این واقعیت ها برسین، حسین من دوست بداری، الا احب الله من احب حسین. خدا هر که حسین را دوست بدارد، خدا او را دوست می دارد. پیغمبر فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه مودت الحسین علیه السلام. اصلا وقتی میخوان به یکی فیض بدن، به یکی این مقامات رو بدن، این فیوزات رو بدن، خدا مودت حسین را در قلب اون بنده میریزه. بعد شروع میکنه چرا؟ چون امام حسین یک کسی پریش دیشب از من پرسید که ما تا به حال فقط شنیدیم امام حسین رو کشتن، امام حسین رو نمیشناسیم، یکم بگو حسین کیه، فقط به اندازه نصف صفحه ما بلدیم، اگه بینویسیم روزهایی رو که تا حالا شنیدیم، اگه یه مسیحی توی مملکت از ما بپرسه حسین کیه که شما ایجور خودتونو بعد 1400 سال میزنین. تو لندن روز عاشورا بود، داشتیم سینه میزدیم تو خیابون میرفتیم، برگاهایی رو توضیح میکردن به رهگذرا، میدونن یه دیوائستان تماشا، تبل و سنج و عزاداری و سینه زنی و پرچما و بلند و اینو مردم انگلیسی های وایستان تماشا میکردن، این بسن چی شده، چه مراسمیه. یه برگاهی توضیح میکردن که مثلا یه توضیحاتی داده بود در امام حسین کیه. این یه جوان انگلیسی مسیحی آمد جلو گفت که برای چی شما دارین این کارو؟ گفتیم یه آقایی داشتیم، مولای ما بوده، امام ما بوده، حجت خدا بوده، ولی خدا بوده، خلیفه خدا بوده، جانشین خدا در زمین بوده، مرتبط مستقیم با خود خدا بوده، انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر تمام امور عالم بر او نازل می شده. اینا رو گفتم، گفت حال شما چرا دارین این کار می‌کنین؟ گفتم او رو به شهادت رسوندن، با لب تشنه کشتن. گفت حالا فهمیدین؟ گفت تازه خبردار شدین، تازه این کار رو کردن؟ گفتم نه، 1400 سال پیش این کار رو کردن. گفت شما حالا چرا گریه میکنی؟ 1400 سال گذشته گه. گفتم تو نمیدونی کسی که خیلی عزیز باشه داغش هر روز تازه است. حالا این جوان هم دیشب از من میپرسید که امام حسین کیه؟ من اگر بخوام تو دو کلمه بگم امام حسین کیه، که شما اگه به یه جوان استرالیایی مسیحی خواستین حسین ابن علی را یا امام زمانتون رو یا امیرالمؤمنین را براش معرفی کنین، بهش بگین یه قلم کاغذ دستت بگیر، چی داری، هر چی داری بنویس، از موهای سرت تا ناخون پات، هر چیو که داری بنویس دارم در این هیکل بدنید. چند تا میشه؟ به تعداد سلولاتون، قدرتتون، اون قده‌های فعالتون که هر کدوم فرض کنید قدرت فوق کلیوی شما دستگاه موشک سازی بدنتونه که به تناسب موجودات مختلف، میکروب‌ها، ویروس‌های مختلفی که وارد بدن میشه، این قدرت فوق کلیوی موشک متناسب با او میسازه، شلیک میکنه، تو خون به جریان میندازه، اون میکروب، اون ویروس و همین قدرت از کار که بیفته، هر میکروبی وارد بدنت بشه فعال میشه، نابودت میکنه، یه چیزی شبیه ایدز میشه که سیستم دفاع و ایمنی بدن از کار میفته، نابود میشه. در بعد روحیتون چی دارین؟ عقل دارم، هوش دارم، حافظه دارم، شجاعت دارم، صفاتی که دارین، اخلاقاتی که دارین، اخلاقیاتی که دارین، حلم است، علم است، فهم است، قوه تشخیص است، قوه خیالیه دارم،
قوه تصوریه دارم، قوه وهمیه دارم، قوه تفکریه دارم، نیروی حافظه دارم، جستجوگر ذهنی دارم، میتونم سرچ کنم توی آنچه که در ذهنم یافتم، میتونم سوال کنم از دیگران، فکر کنم این سوالو از کی بپرسم که جواب مناسب بگیرم. اینا همه قوای ماست. حالا شجاعت، سخاوت، فهم، درک، ادب، تقوا، ایمان، محبت، ولایت، شجاعت، همه اینایی که میتونی بگی دارم دارم دارم، بنویس در بعد بیرون بدنتون و روحتون چی دارین. خونه دارم، ماشین دارم، باغ دارم، کارخونه دارم، زن دارم، بچه دارم. از لباسای تنت که میگی دارم بنویس تا کارخانه جاتت. چند تا شد؟ آی اونایی که میخواستین بفهمین امام حسین کیه چند تا شد؟ اینایی که داری چند تاست؟ 100 تاست. داراییاتون 200 تاست، 300 تاست، 500 تاست، 1000 تاست، 1,000,000. خیلی پرمایه باشی نوشتی دیگه همه رو. 1,000,000 دارایی های شما. ایو دارم، او دارم، او دارم. شما از هر چی دارین ضعیفشو دارین. مثلا شما شامه دارین، اما شامتون چقدره؟ یه چیزی دم دماغتون هی باید بگیرین ده بار آیا بفهمین بوی چی میده. مورچه، موریس میترلینگ در کتاب مورچه هاش می نویسه مورچه ها از یه فرسخ را بو رو استشمام میکن. شما شب دیگه نمیتونین ببینین، گربه قشنگ شب همه چی رو میبینه. شما دیدن دارین اما ضعیف، محتاج به نورین. گربه بدون نور شب تو تاریکی میبینه مثل روز. فقط او سیاسفید میبینه، شما رنگی میبینین، گربه سیاسفید میبینه. تفاوت دیدن گربه با دیدن شما توییه. ما هرچی هم داریم ضعیفیم. اینا دارایی های شماست. حالا یه قلم کاغذ دیگه دستتون بگیرین جوونا، هر چی ندارین هم بنویسین. چی ندارین؟ شما جاذبه خورشید دارین؟ نه. شما قوه جبرائیل دارین؟ نه. قوه میکائیل دارین؟ نه. میتونین مثل عزرائیل جون بگیرین؟ جان کسی رو یک نگاه بهش بکنین جونش رو از بدنش بکشین بیرون میتونین؟ نه. احیاء اسرافیل دارین؟ نه. برو آقا از او بالا بیا پایین. خب معلومه ما اونا رو نداریم. خیلی خب میایم پایین. شما بوی نعنا دارین؟ خاصیت همی گیاه نعنا رو دارین؟ نه. خاصیت آویشن دارین؟ نه. خاصیت تخم مرغ دارین؟ نه. دونه دونه این موجوداتی که هر روز ازشون استفاده میکنه، از گیاهان، سبزیها، دواها، نمیدونم انواع غذاها، که اگه نخورین میمیرین. اینها هر کدوم یه خواصی دارن. خاصیت خرما دارین؟ نه. خاصیت نمیدونم گردو دارین؟ نه. به تعداد موجودات عالم که هر کدوم یه چیزی دارن و ما او نداریم، ما نداریم. اگر بخوایم نداری هامونو بنویسیم، اعداممونو بنویسیم، بی نهایت میشه. داراییامون محدود، نداری هامون بی پایان. ای ماییم، ماهیت ما اینه. یک ذره دارایی داریم، بقیهش همه نداریه. حالا بیایم میخوان امام حسین رو بشناسین، میخوان امیرالمومنین رو بشناسین، علی کیه، میخوان امام زمان رو بشناسین، صاحب از زمان کیه. همین سوالی که از خودتون پرسیدین، چی دارین چی ندارین، از امام حسین بپرس. بگو آقا شما چی داری چی نداری. مثالی زدم
که به یه جوان مسیحی استرالیایی هم بتونی تفهیمش کنی. حسین کیه و چی داره و چرا محبت او باعث نزول فیض بر ما می شود؟ امیر عالم علی عالی اعلا کیه و چی داره؟ امام زمان کیه؟ جوونا یک دونه نمیتونید، یک چیز پیدا نمی کنید که بتونید بگید امیر المؤمنین یا امام حسین او یکیو نداره غیر از خدایی. خدایی ندارن، خدا نیستن. نزلونا عن الربوبیه، ما را از خدایی بیارین پایین، خدا نیست. ولی هر چی سوال کنین که دارین همه رو دارن و یک چیز پیدا نمی توانید بکنید که بگید امام حسین این یکی رو دیگه نداره، امیر المؤمنین یکی رو نداره. خواهید گفت امیر المؤمنین قوه جبرئیل داره، نیروی میکائیل رو داره، قوه عزرائیل رو داره، طفل دبستان اوز حامل وحی اله، بلبل بستان اوز پیک خداوندگار، قاسم ارزاق کیست ریز خور خان او، قابض ارواح کیست بنده فرمان گذار. چی میگه آقا؟ یعنی امیرالمومنین جاذبه خورشید رو داره، نور خورشید رو داره، ما فوقش و علی داره. یک اشاره کرد، اهل سنت 16 سند نوشتن، یک اشاره کرد امیرالمؤمنین خورشید غروب کرده برگشت. قرآن میگه پیغمبر یک اشاره کرد کره ماه دو نیم شد. اینا مافوق جاذبه خورشید و زمینه، عالم در جاذبه امیرالمؤمنین علیه، عالم در جاذبه حسینه. بذارید پسرش مهدی بیاد، شما ببینین آقا در سن یه جوان 25-6 ساله، نهایت 30 سالش، ظاهرش یه جوان 30 ساله، رو همین کره زمین راه میره، همین غذایی که شما میخورین میخوره، با شما نشست و برخاست میکنه، از همین جا به تمام کرات، کهکشانها، آسمانها، زمینها فرمان میراند و شما اجرای فرمانهای امام زمانتون رو میبینین. این امام زمانه. خواهید گفت یعنی امام زمان خاصیت گیاهان دارویی رو داره، خاصیت دواها، قرصا، کپسولا، خاصیت آویشن، نعنا، نمیدونم این داروها رو داره. بیچاره، بیچاره، وقتی مریض تو دکترها جواب میکنن دوا دیگه رو مریضت اثر نمیکنه، همه میگن ما کاری از دستمون بر نمیاد، مریضی تو بر میداری کجا میبری؟ نمیبریش کربلا، نمیبریش خدمت ابا عبدالله الحسین، نمیبریش مشهد کنار قبر امام رضا، نمیگه آ دکترها جواب کردن. تو یه نگاه بکنی، نگاه دواست، اسمت شفاست، یا من اسمه دوا، اسم خدا این حروف و کلمات که نیستن، اسم خدا یک حقیقتی مافوق حروف و کلماته، اسم خدا علی مرتضاست، اسم خدا حسین سید الشهداست، این اسمش دواست، این اسمش شفاست، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. خدا که اسم نیست، خدا مسماست، شما اسمین. اگر تو اسمت امزده، اسمت محمده، اگه اسمت هرچی هست، اسمت چیه؟
خودت نیستی که، تو غیر اسمتی، خدام غیر اسمشه، اسماء خدا غیر خداست و اسماء خدایی حروف و کلمات نیست، اون حقیقت معنای اون اسم و حقیقت اون معنای اسم حسین ابن علی ابن ابی طالب خاتم الانبیاست، امام زمان. چرا ما میسوزیم؟ چون حسین همین الان هم برای ما زنده است، اسمش کارها میکنه در عالم، اسمش قوغا میکنه در عالم. خدا قسم یه ذره بیاین تو میدون امام حسین رو زنده زنده تو همین کوچه ها، تو همین خیابونا، تو منازلتون خواهید دید، یه ذره درک میخواد. ولو یه بچه کوچکی باشه، 10 سالش باشه، 12 سالش باشه، با امام حسین چه جور حرف میزنین شما بچه ها؟ حتما باید یه هیکل جلو چشید باشه، حتما باید چشید به یه گنبد بیافته تا بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اقدر تو ضعیفی نمیتونی بدون دیدن گنبد به امام حسین سلام کنی؟ نمیتونی بدون دیدن یک هیکل گوشتی پوستی استخونی با امام حسین رابطه برقرار کنی؟ برای اینکه بدونید امام حسین کیه، جوانها حی است، زنده است. قرآن میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حسین کیه؟ قرآن میگه حسین همون زنده ایست که همه جا هست، همونی که همه چی داره، غیر خدایی هر چی بگی داره، یک چیز پیدا نمی کنی که بگی حسین ایو نداره. شما تو استرالیا این خیال میکنین امام حسین تو کربلاست؟ نه به خدا، همه جا حاضره، همه جا. فقط به ما فرمودن لب باز کنین حرف بزنین با ما، ما جوابتون رو میدیم. حرک شفتیک یأتیک الجواب، به همین اندازه که فقط با من حرف بزنید. قرآن میگه حتی همه علی اصغرش زنده هست، قرآن میگه علی اکبر زنده هست، قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآن میگه گناهاتونم میبینه امام حسین. قرآن میگه او وقتی که گند میزنی خرابکاری میکنی هم میبینه. کدوم آیه میگه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بگو هر کار بکنید خدا میبیند، رسول خدا اعمال شما رو میبینه، هر جای دنیا باشید. مؤمنون هم میبینن، مؤمنون اگه ماها باشیم که ما نمیبینیم، پس یه مؤمنون خاصی هن، اونا 14 نفرن که اعمال ما رو میبینن. به خدا قسم امام زمان ولو به یه نامحرم نگاه کنی میبینه تو رو، ولو در یه خلوتی، یه تاریکی شبی، یه گوشه، یه اشارهی بکنی میبیننه. این حسین شما. قسمه یا صاحب الزمان، آجان امشبم قسمت میدم به اون لحظه ای که به اون لحظه ای که قنداقه علی اصغر رو رو دست گرفت، به اون لحظه. شما شبای قبل من از پریشونی حضرت زینب گفتم، اما زنا خب طبیعیه زود پریشون میشن، زنها زود پریشون میشن. سختی میدونی که سختی وقتیه که مرد پریشان میشه، او دیگه خیلی سخت میشه. یک جا امام حسین جوونا مستر شد، پریشان شد، او وقتی که قنداقه علی رو آورده سیراب کنه برش گردونه به زنها، باید بچه رو برگردونه.
تا بلند کرد رو دستش، اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّضِيعِ اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّضِيعِ أَلَا تَرَوْنَهُ كيف يتلظى عطشا اگه به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید، آیا نمی بینید چطور از عطش تلظی می کنه؟ تلظی می دونی اون وقتی ماهی از آب افتاده بیرون دست و پاهاشو زده دیگه توان نداره، او آخراش هی دهنک میزنه، هی دهانشو باز میکنه میبنده، اون حالت دهنک زدن و عرب میگه تلظی میکنه. یعنی ای مردم ببینید علی دیگه دست و پا نمیزنه، دیگه گریم نمیتونه بکنه، نا نداره، فقط داره دهنک میزنه. فرحمو هذا الرضيع جوونا. ابی عبدالله تا دید تیر سه شعبه گوش تا گوش علی رو دریده، سر از بدن جدا شده بود، به پوست آویزان شده. خون فوران میزد، دست برد زیر اون خونها، خونها رو به طرف آسمان میپاشید. امام صادق فرمود والله یک قطره از اون خون به زمین نچکید، اگه یک قطره رو زمین میافتاد عذاب بر اهل زمین نازل میشد، تمام اون قطرات خون به جانب آسمان بالا. حضرت مضطرب شد، پریشان شد، چه کنه؟ جواب مادرش رو جی بده، جواب عمش رو جی بده، جواب خواهرش رو جی بده، زنها منتظرن، حالا علی و سیراب میکنن، برش میگردونن. در هیچ یک از مصائب کربلا خدا مستقیما به امام حسین تسلیت نگفت، اما وقتی این مصیبت واقع شد خود خدا صدا زد، یا حسین دعه فإن له مرزعة في الجنة، حسین من او رو به ما وابگذار، ما برا شیر دهنده در بهشت در نظر گرفتیم، خودمون سیرابش میکنیم. الله دعه فإن له مرزعة في الجنة. حضرت خواست بدن علی قنداقشو پنهان کنه، پشت خیمه ها را افتاد بدن علی و دفن کنه. یا صاحب الزمان، یا حجت الله،
یا خلیبت الله آجرک الله. هنوز چند قدم نرفته بود یه وقت صدا شیون زنی را شنید، یه اند زنها دنبالش می دویدن او رو به خیمه برگردونن. این صدا می زد آقای من یه بار دیگه اجازه بدید علی اصغرم رو ببینم، یک بار دیگه اجازه بدید بچم رو ببینم. لاله باغ دل من علی جان، علی جان شمع دل محفل من، علی جان علی جان. یا الله یا الله، توتی من کز بر من پریدی چه دیدی؟ غرق به خون بسمل من علی جان علی جان. یوسف من گرگ اجل تو را برد مرا خورد، وحز دل غافل من علی جان علی جان. قنداغه رو بغل گرفته بود این مادر، زنها دورش ریخته بود، ای میخواستن قنداغه علی رو ازش بگیرن. این مادر بیتابی میکنه، بی بی زینب کبرا قنداغه علی رو گرفت از حضرت رباب زیر چادر بنال کنه، کسی او رو نبینه، این مادر اون حلقوم بریده رو نبینه. یک بیت دیگه بیشتر نمیخونم. یا بقیت الله، بار دیگر پنجه بزن برویم چه گویم. یه بیت شما آیون نمیتونید بفهمید، یه بیت برا خانوما میخونم اونا خوب میفهمن، خصوص اون مادرهایی که بچه شیر میدن. مادر وقتی بچه شو شیر میده ای بچه ای دست به صورت مادر میزنه، پنجه به صورت مادر، نوازش میکنه مادر رو، با سینه مادر ناخون میگشه، حال تشکر داره. بار دگر پنجه بزن به رویم چه زین هوس باطل من علی جان علی جان علی جان علی جان. شب 11 محرم
وقتی برای اهل بیت تو خیمه های نیم سوخته آب آوردن، مشکای آب آوردن، مگه این زن و بچه آب میخوردن؟ بی بی زینب کبرا به اصرار به یکی یکی از زنها بچه آب میداد. یکی میگفت خودم دیدم لباش خشکیده، یکی میگفت علی اکبرم تشنه. حضرت به اصرار به همه آب داد، اما جوونا مصیبت وقتی شد که به مادر علی اصغر رباب آب داد. یه کلمه رم باز شما نمیفهمید، بانوان میفهمن یا بقیت همچه که به او آب دادن، صدا ناله و گریش از همه بیشتر بلند. بی بی زینب سال کرد چرا اینجور گریه میکنی؟ همه داغ دید و مصیبت دید. عرض داشت خانومم زینبم، حالا که بهم آب دادی میبینم شیر دارم. علی اصغرم کجاست؟ بیارید شیر دارم. یال لاینان دست گل ستوده نبوده، دامن ناقابل من علی جان، علی جان. بدم المظلوم، بدم العطشان، بدم القریب، یا الله اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل قريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالنبي وآله وعجل. Thank you.